پنجشنبه به کارمندان شعبچه ملیت دیهات زرگری شعبه وزارت کارهای داخلی نویه کوشانیان در اساس عریضه ساکنان نویه مذکور جهت از منزلهای استقامتیشان از جانب شخصان نامعلوم دزدیده شدن مبلغهای پولی و اشیاهای روزگارشان یک نفر ساکن نویه مذکور با گمان دزدی مالکیت شهروندان دستگیر کرده شد. شریفوف احسن سال تولدش 1988 پیش پنج مراتبه با ماده 244 و 375 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از این به خود خلاصه لازمی نبرآورده در حالت رسیدیو دست به دزدی مالکیت شهروندان شهر باختر و نویه کوشانیان زده است که با این کردار جنایت کورونش به شهروندان به مبلغ 21000 سومانی ضرر جدی رسانیده است. شریفوف احسن در نو حالت جنایت دزدی گمان بر دانسته می شود. اینچنین کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی نویه شمسدین شوین کردار جنایت کورونه یک ساکن نویه مذکور را که به دزدی مالکیت شهروندان گمان بر دانسته می شود آشکار نمودند. عزیز فریدون سال تولدش 1992 پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است. نامبرده شبانه با طریق شکستن تریزه مغازه صاحب کار سردار فرستم ساکن نویه شمسدین شوین واقع در مرکز نویه وارد شده چاره در تلفون های مبیلی تمغه ریدمی و از داخل صندوق اوالین مبلغ 2000 سومانی را تصرف می نماید که با این کردارش به شهروند 7706 سومانی ضرر می رساند. باز گمانبر عزیز و فریدون تکرارن سر 13 دکبر سال 2022 شبانه با طریق شکستن تریزه مغازه خوراکواری جامیف دلشاد واقع در جماعت دیوت شوروباد نوعی مذکور گشته از آنجا 5048 سومانی مبلغ پولی را تصرف نموده از جای حدثه غیب میزند. در شعبچه تفتیشاتی شعبه های وزارت کارهای داخله در نوعی کوشانیان و نوعی شمسدین شوین نسبت به گمانبران با ماده 244 کودش جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده های جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 15 فوریه سال 2023 خبر داد که یک ساکن 35 ساله پیش نیز زندانی شده شهر کولاب را برای فریب مردم توسط بازی قمار الک ملک و با قرار دادگاه به 5 شبانه روز حبس ماموری محکوم کردند. بنابر اطلاعات رسمی کارمندان میلیتای پایتخت شهروند کولابیف قربان سعدولویویچ سال تولدش 1988 استقامت کننده کوچه عینی شهر کولاب را که قبلا با جرم معاملات غیر قانونی واسطه های نشدار زندانی شده است این دفعه برای مشغول شدن به قماربازی به اصطلاح مردمی الک ملک دستگیر کردند. نسبت به شهروند کولابیف قربان وابسته به این حالت پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده از جانب دادگاه نویه سینو جزا در نمود حبس ماموری به مدت 5 شبانه روز تطبیق کرده شد.